میخوام امروز راجع به گل زدن باهاتون صحبت کنم. من تقریبا الان 15 ساله دارم گل میزنم. چرا گل زدم؟ چجوری شد زدم؟ چقدر میزنم؟ چرا گذاشتم کنار؟ چند وقت میذارم کنار؟ وقتی برمیگردم چجوری برمیگردم؟ میخوام راجع به همه این داستان صحبت کنم. خب خیلی آدما این تجربه رو ندارن، دلشون میخواد بشنون یه نفر که این کارو کرده، چی شده، چی زندگی چه فرقی کرده و و و و و. چه پرسکو؟ خب آقا من 25 سالم بود تقریبا که شروع کردم به گل زدن. دلیلی هم که گل زدم یکی از دوستان بود که میگن همیشه میگه از دوستت میخوری، ببین همینا. یه دوستان بود، خب یه آدم خیلی احمقیه به اسم بابک، که این میگفتش که من خواستم لاغر شم. بعد میگفت آقا اگه میخوای لاغر شی گل بزن، غذا نخور. منم خب موقع 25 سالم بود، احمق بودم، بچه بودم، حرفشو باور کردم. گفت گل بزن، کره میکنی، بعد نخور غذا، مثل سگ لاغر میشی. خب من گل زدن لازم نبودیم، مثلا اگه غذا نمیخوردم لاغر میشدم. میگم حالا چرا اون احمق همچی فکری داشت، دیگه اون به اون رب داره و مشکل اینه که من گوش دادم، یعنی احمقیت اصلی مال منه که به یه احمق گوش دادم، بس من دو برابر کارم بد بوده. خلاصه من تا اون روز هیچ نوع دودی به بدنم نخورده بود، حتی قلیون. یعنی اگر دوستای نزدیکم سیگار میکشیدن باشون مشکل داشتم، یعنی در این حد ضد دود بودم. بعد اومدم ایران و بعد از چند سال که کانادا بودم، مثلا 5 6 سال که کانادا بودم، اومدم ایران، عروسی خواهرم بود، خواستم بعد عروسیش لاغر شم، 3 ماه هم وقت داشتم. بعد گفتش که اینجوری کن و اونو. ما هم شروع کردیم. آقا میزدم، بعد اینا زنگ میزدن کره خوری وسیله میومد تو خونه، خوراکی ایران، ساندویچ کوسخار، و من نمیخوردم. میگم میشستم نمیخوردم تو خونه، میرفتم هیچی نمیخوردم، دل درد. فقط روزی یه وعده ساعت 2 بعد از ظهر میخوردم. 2 بعد از ظهر میرفتم یه رستوران یا غذای خونه، چیز خاصی نه، مثلا رعایت کنم یه چیزی میخوردم، ولی مثلا اگه میرفتم همبرگر میخوردم، مثلا نون زیرشو نمیخوردم، نصفش میگم گفتم سس نزنه، سعی میکردم اون غذایی که میخورم خیلی چرب و چیلی نباشه. یه غذای کوچولو میخوردم تا 3 وای میستادم، 3 راه میافتادم طرف ورزشگاه با معلم خصوصی ورزش میکردم تا 5 میومدم یه تو خونه علیرضا، دیگه گل میزدیم و میخندیدیم و از این حرفا تا شب میومدم خونه میخوابیدم، دوباره صبح بنام شام گشنگی تا 2. این هر روز این کارو کردم. خب خیلی هم لاغر شدم، مثلا 30 کیلو لاغر شدم. شدم بیشتر؟ نه آره دقیقاً 30 کیلو، از 117 رسیدم به 87. بعد که کمترینی بود که تا حالا تو زندگیم بودم. لاغر شدیم و از این حرفا، ولی اتفاقی که افتاد روم به دود باز شد. بعد اومدم کانادا چند وقت دوباره نمیزدم تا بالاخره دوستان شروع کردن گل زدن. بعد یه بار باش گفتم منم میزنم، بعد همه چششون گرد شد، یعنی چی مگه چرت داریم مسخره اون که اینا، گفتم نمیزنم. بعد دیگه همه آوردن و اصلا دیگه شد برنامه سهل چون میخواد بزنه، چون من میگم انقدر خلاف بودم که اگر یه نفر قلیون میکشید میگفتم این آدم از گروه ما باید بره بیرون، این آدم عقب مونده است، آدم بیشوریه، به خودش به زندگیش به هیچ ارزش نمیده، واسه چی این آدم باید دور ما باشه. بعد 2 سال قبل از اینکه شروع کنم گل زدن مشروب دیگه نخوردم، یعنی یه شب انقدر مشروب خوردم که حالم بد شد، داشتم میمردم. بعد از فرداش دیگه بدنم مشروب دوست نداشت، دیگه نتونستم مشروب بخورم، هر کاری کردم نتونستم مشروب بخورم. به خاطر همین 2 سالم بود من سوبر بودم، هیچ کاری نمی‌کردم. برای وقتی با گل آشنا شدم خیلی خوشحال شدم از یه طرفی، چون از سوبری خسته شده بودم که دلندش می‌خواد یه هفته کار می‌کنه، چیزی می‌کنه، با دوستش میره بیرون، می‌خواد یه چیزی باشه، یه اتفاق بیشتری بیفته. خب این گناه نیست، فکر می‌کنم همه انسان‌ها اینو دارن. اگه می‌خوای بدونی گل سلول خاکستری مغزت از بین نمیبره، ولی خب چون همه این توهمو داشتن چند سال پیش، حالا بیا ثابت کن به مردم و ماما و اینا که اصلا امکان ناراضی بشن، ولی حقیقتش حالا اینه. وقتی با گل آشنا شدم با اون پوینت چیزش خیلی خوشم اومد که حالا که دیگه نمی‌خوام لاغر شم، اون یه خلافم می‌تونه این گله باشه. این برنامه می‌زنیم. من چون نمی‌خواستم به دوستان بگم من گل می‌زنم، چون شخصیتم خیلی ساخته شده روی اینکه ضد دودم و خیلی سالمم و اینا، یه روز یواشکی تلفن دیلر پیدا کردم، ازش گل خریدم. بعد یه شب با دوستان خدافظی می‌کردم، می‌رفتم خونه که تنها گل بزنم حالشو ببرم. بعد دو تا اتفاق افتاد سر این، یکی که دوستان شروع کردن دوری کردن که بتونم گل بزنم، یکم عادت کردم تو خونه تنها گل بزنم. این داستان کلا شخصیت منو عوض می‌کنه. از یه آدمی که هر روز از خواب بلند شه زنگ بزنه امروز برنامه چیه کجا بریم، به این رسیدم که نه من نمیتونم بیام، بهم بیزی ام، امروز خسته ام، امروز کار دارم اینا، که بمونم خونه گل بزنم. اولین باری که گل زدم یه کتاب برداشتم صفحه اولشو پاره کردم، گل ریختم توش چرخوندم، بعد پایینشو چسب نواری زدم، پایین کاغذ رو بالاش هم با دستم نگه داشتم، چون ولنکری باز میشد دیگه. بعد روشنش کردم، بعد میکشیدم انگشتم رو میبردم عقب، تش که چسب بود نوکشم با دستم اینجوری با کاغذ کلفت سفید. خلاصه من گفتم که آقا
بخوایم با این کاغذ مغز بکشیم خب برامون بده دیگه. من بیام چیز کنم، بیام مثلا یه دنباله داستان بگم. شروع کردم دنباله ویپرایزر رو اینا گشتن، خریدم تا رسیدم به والکنو. بعضیتون دیده باشین تو اینستاگرام و اینا عکسشو میذارم، اون کیسه که باد میشه، که اون باعث میشه دیگه به خاطر اینکه تو کیسه هوا میره داغ دیگه نیست، واسه همین سرطان لب، سرطان زبون، سرطان حلق دیگه نمیگیری. چون وقتی میکشی اون 300 400 درجه حرارت میاد تو بدنه، بعضی موقع سلولات دونه ای میسوزونه و اون یه سلول میتونه سرطانی بشه. خب وقتی دود نمیره تو بدنه، تو ششت خب خیلی کمتر باید زحمت بکشه که بدن خودشو تمیز کنه، واسه همین ششت هم میخونه میبره و این نکامله. بعد فهمیدم که توی شش رفتم پیش دکتر توضیح دادم اینو، گفتم من اینکه این کارو دارم میکنم ولی میخوام ششم ضربه نخوره. دکتر من توضیح داد که توی شش یه سری چیزایی هست مثل انگشته کوچیک که تکون میخورن و اینا کارشونه که اکسیژن رو میگیرن و دی اکسید کربن رو میدن بیرون. گفت اینا وقتی روشون علف بچسبه خودشون تکون میدن تمیز میکنن، یعنی روغن بچسبه، ولی اگه هی بچسبه دیگه اون زیر میمونن میمیرن، سیاه میشن. عکسایی که دیدی مثلا شش یا سیگاری سیاهه به خاطر اینه. گفتم خیلی خوب، پس من هر چند وقت بخوام یه دونه زنگ تفریح میدم که این ششه بتون تمیز شه. برای همین هر وقت مسافرت میرفتم گل نمیزدم، مسافرتم زیاد میرفتم، به خاطر همین گفتم خب من هر چند وقت یه هفته تخفیف میگیرم. تو مسافرتم که الان انقدر اتفاق خوب داره میفته، خودش یه چیز خاصه دیگه، من به یه چیز خاص احتیاج ندارم. تو خونه نشستی بیکاری میخوای با دوستا جمع شی یه کار خاص بکنی میشه گل. با خانمم که ازدواج کردم دیگه گل زدیمون زیاد شد، هم توی روز هم توی مسافرت. این تو مسافرت گفت دیوونه ای نمیزنی مسافرت، اتفاقی که افتاده زیر برج ایفل وایساده بودیم تو فرانسه، گفت ما کسخوریم تو اتاق خوابمون، گل میزنیم زیر برج ایفل نمیزنیم، که من دیگه زدم. به خاطر همین اینم هم داستان ششما اینا بود. یه دومین پانتومیم با حالم داشتیم بازی می‌کردیم، دخترها و پسرها بودیم. بعد دخترها اومدن به من گفتن جاکش. بعد تا گفتن شروع، من یه پسری بود اونجا تو دوستان موقع با شنگل کسی مجید بود، انگشتم کردم طرف مجید، مجید رو نشون دادم. تا مجید رو نشون دادم پیمان گفت جاکش همون ثانیه، یعنی گفتن شروع، من اینجوری کردم جاکش، یعنی هنوز دخترها نشسته بودن که ما رو ببینن، تموم شد. بعد زن مجید اومد زد تو بازوی من با مش. داد دقیقا چرا منو میزنی؟ بعد پیمانو بزنی. من فقط به مجید اشاره کردم. پیمان چش میگه آقا شاهزاده مستر، او فوش داد به من. خلاصه دو تا خاطره پانتومیم براتون در کردم، بخندین برای کسایی که تا اینجا ویدیو نگاه کردم. خلاصه آقای من از من پیرمرد گلی میپرسی، هر گلی تو زندگیت میخوای بخوری بخور، ولی کم بخور. به محض اینکه زیاد بخوری خرابش میکنه، هم تو رو هم حالشو. این به قول معروف دید من بود نسبت به گل و اتفاقاتی که میفته بعد اینکه میزنی و نمیزنی و فلان و بسار. کلن تغییر تو زندگی من ایجاد نکرد تا جایی که من فکر میکنم، ولی خیلی ها میگن چون چدی نمیدونی، شاید هم نمیدونی. دمتون گرم، امیدوارم که حال کرده باشین، روز خوبی داشته باشین. چاکس.